ما توی مدیریت ما در همسایگی کشور عراق و افغانستان ما آبهای مشترک داریم، رودخانه های مشترک داریم در این طور. حتی تو مدیریت این هم دچار ضعف هستن. یعنی الان عراق میگه من دیگه آب نمیدم، یا اون دجل و فرات تو ظاهرا میخواد مشکلات ایجاد بکنه، داره ایجاد میکنه برای آبرسانی توی آبهایی که میاد و به ایران. تو افغانستان هم همینطور. این عدم در واقع مدیریت صحیح که در روابط خارجی با همسایگان هم داریم داره باز موزل کم آبی رو افزایش میده. تاثیرگذار هست این قضایا یا خیر؟ بله قطعا. ببینید ما مثلا با کشور افغانستان ما یه قراردادی داشتیم، قراردادی که از حالا زمان پهلوی بود، که حالا مشخصا به حال اون سهمیه آب رودخانه هایی که جاری بود در هر دو کشور یک سهمی آبی مشخص شده بود. خب اینها به دلیل حالا به حال قصوری که بیشتر دولت ایران داشت در رابطه با اینکه این قرارداد رو با توجه به تغییرات اون سطح آب یا میزان حالا اسم فنیش من دوبه همچه چیزی داره، آبی که وجود داشت اینها نیامدن و به قول من این قرارداد رو مجددن اینها تمدید نکردن یا به روز رسانی نکردن. الان به یک جایی رسیدن که خب افغانستان به راحتی میتونه حتی به استناد معمول قرارداد بیاد و عملا سهم ایران رو یا در واقع بیاد و کل آب رو در دست خودش بگیره، به لحاظ قانونی هم میتونه کار رو انجام بده و هیچ آبی رو اجازه نده وارد بشه. از طرفی ما یک سری به قول معروف میگن یک سری کارهایی در طول سالهای گذشته بر اساس همین کارهای ایدئولوژی جمهوری اسلامی مرام معرفتی که داشتن و همین به قول من صدور انقلاب و این هلال شیعه و اینها آمدن گفتن کشور دوست و برادر عراق که هشت و شعبی در اونجا هست، اینها مثلا شیعیان در حداکثر هستند، شروع کردن به اینکه آقا ما مثلا 1 میلیارد دلار یا 2 میلیارد دلار خسارت جنگ چیز رو گفتم ما بخشیدیم، آقا ما نمیم دوست و برادر هستن. سر یک مسائل مثل آب فقط به خاطر اینکه مثلا فرض کنیم کشور دوست و برادر ناراحت نشن، ترکیه داره در بالادست این رودخانه ها سطح های بزرگی میسازه و به زودی همین میزان آبی هم که چون الان میدونی که مثلا فرض کن نسبت به سال 98 الان ورودی آب در خوزستان نزدیک به 37% کمتر شد به دلیل همین سدسازی هایی که در عراق انجام دادن. خب الان هنوز هم اونجا دارن سدسازی ها رو انجام میدن و جمهوری از اونجایی که نمیخواد کشور دوست و برادر رو ناراحت بکنه و فردا این کشور دوست و برادر مثلا گروه های مثل هشت و شعبی اینا دیگه اجازه ندن در اونجا فعالیت بکنه و با اینا مخالفت بکنه، چشمشو بر روی همه اینها میبنده. مگر یک زمان آقای طائب نگفته بود که سوریه برای ما از خوزستان هم مهمتر هست؟ خب همین کار رو میکنه که مردم در ایران جناب محمودی برق ندارن، روز چند ساعت خاموشی دارن، بعد برق صادرات برق و عراق رو اینها قطع میکنه. من اخیرا شنیدم، نمیدونم تا چقدر صحت داره این خبر، که وزیر نیروی عراق گفته این قرارداد الجزایر رو که در واقع این مشترکات اروند رود رو این رو هم گفته من قبول ندارم دیگه. بله خب این لطمه بله زیادی بله دیگه. مثلا ببخشن عذر میخوام از شما، یک اولاقی هست که فالون هم داره اینا سواره میگیرن ازش دیگه، میرین همین دیگه دست جمهوری اسلامی به دلیل این سیاست هاش زیر در عراق گیر هست اینا محمدی. یعنی اگر اینا یک مقدار مخالفت بکنن فردا مثلا اون گروه هایی که یا دولت یا جاهایی که در عراق هستن میگن آقا گروه های شبه نظامی زیر نظر جمهوری اسلامی دیگه حق ندارن، یا شروع میکنن به چیز کردن با اینها، مقابله کردن با اینها، بعد این جمهوری اسلامی میمانه و کل شعار و هزینه که تا الان داده و هیچ دست البته به دنیا هم دستاورد نخواهد داشت. ولی عرض کردم که اینها اونقدر جمهوری اسلامی رو الان مستحصل میبینن و میبینن که داره کرنش میکنه برای اینکه بتونه هلال شیعه بسازه، که حاضرن به حال همچین چیزایی بکنن، بگن بله مثلا ما قرارداد الجزیره قبول نداریم، هیچ خسارتی هم نمیدیم، وضعیت آب هم اینجوری میکنه، حالا جمهوری اسلامی بیا مخالفت کنه. جمهوری اسلامی میتونه بره شکایت بکنه به لحاظ قانونی، ولی مگر اینا حاضر هستن برای منافع ملی کشورشون بیان مثلا با چند تا گروه شیعه در عراق خودشون رو چیز بکنن در بندازن؟ حتما این کارو نمیکنن.
و مگر اینا حاضر بودن به خاطر که مثلا در سوریه جناب محمودی نمیدونم حالا یک دولت شیعه علوی برکنار نشه 50 میلیارد دلار حداقل پول خرج بکنن در جایی که الان کشور ما برای 1 میلیارد برای خرید واکسن مشکل داره 50 میلیارد دلار در طول 7 8 سال گذشته رفتن در سوریه خرج کردن. خب اینا به هر حال فقط شما از عهده یک نظام واقعا بی عقل متحجر ایدئولوژی مثل جمهوری اسلامی برده که بیاد حاضر باشه تمام منافع کشور خودش رو به قول تاراج ببره به هر راج بذاره برای که مثلا بیاد بگه که ما قطبش تشیع در منطقه و جهان هستیم. خب 40 سال شما این شعار رو دادیم. ما امروز جناب یک چیز جالب بوده که آقای به نظر آقای راهفر بود که از اقتصاددانا بود با یکی از اعضای آخوند آقای مصباحی از اعضای اطمان شندین اعضای مجلس شورای مجمع تشخیص مصلحت داشت مناظره میکرد مثلا در تلویزیون. بعد آقای راهفر میگفت آقا شما 40 سال هیچ توسعه‌ای نتونید. ایشون میگفت انشالله ما در زمان دولت آقای رئیسی یک توسعه خیلی زیادی پیدا خواهیم. به این استاد دانشگاه میگه آقا شما 40 سال هیچ توسعه نداشتین چطور میخواد در این دولت؟ بعد میگه ما چون الگو نداشتیم. بعد میگه شما در 40 سال دیگه الگو در 40 سال قبل الگویی نداشتین. شما کمی چی میگفتین الگوی ما حکومت حضرت علی هست. بعد میگم نه ما به لحاظ توسعه الگو نداشتیم. ببینین یعنی اینا بعد از 40 سال جناب خود اینا میگن ما اصلا الگویی نداشتیم. یعنی ما هیچ الگویی برای توسعه نداشتیم. همینجوری هم در بیلی به قول شما امروز فلان کار عل بشه توی خوزستان میگن آقا حالا آب صدا رو باز کنین فعلا مثلا چند روزی رودخانه پر آب بشه مردم ناراحتون بخوابه. بعد وزیر نیرو میگه آقا آبی که شما باز کردین مال آبیاری کشت پاییز بوده. میگن آقا اشکال نداره. خب این به این معنا است که به پاییز که بکشن برسه باز کشاورزا آب لازم دارن اینا آب ندارن و باز دوباره یک اعتراض دیگه خواهد بود. تمام سیاست ها همین هست. یعنی برای حل یک مشکل یک راه حل آنی میدن و بعد این یک به قول انبوه یک در واقع تجباز دوباره در یک حجم بیشتر یک مشکل منتقل میشه به یک ماه یا دو ماه یا یک سال آینده. ما در همه ایست که مگه آقای خامنه‌ای نیامد جناب محمودی؟ آقای خامنه‌ای فقط به خاطر این که بیاد بگه که آقا سود واکسن کرونا به انگلستان آمریکا نرسه به غرب نرسه به علاوه آمریکا و انگلیس نرسه و سودش برسه به ستاد اجرایی فرامین امام که واکسن برکت رو میخواد بسازه آمد خیلی راحت گفت اشکال ندارن این عده میخوان بمیرن اشکال ندارن در همه دنیا الان دارن زیر 5 ساله ها رو دارن واکسن میزنن ما هنوز بالای 60 سال هم تمام نشده اشکال نداره ولی شما حق ندارید اون واکسن رو وارد بکنید. خب بعد از یک سال خورده اون روز چند روز پیش وزیر بهداشت آمده میگه الان اولویت ما واردات واکسن از هر کجا هست. حالا امروز خبر آمده جناب مهدی همین واکسن برکتی که اینا میگن چیزگان در لبنان رادیو فردا اگر خبرهای امروز رو نگاه بکنن موثق خبر آمده که در لبنان دارن با همین واکسن برکت حزب الله لبنان رو دارن واکسینه میکنن. بخش زیادی از حزب الله لبنان با همین واکسن برکت که اینا میگن به اندازه نداره ما محدود این در لبنان دارن واکسینه میکنن. شما اسم این رو چی میذارید؟